عاشقشون باشیم، چقدر میتونیم محترم بداریمشون، به جای این که بذارم برو بگم برو چادر سرت کن، اگر گفتم چادر ننداز سر روی گل ماتو نپوشون، اگر گفتم چادر ننداز سرت روی گل ماه تو نپوشون، سپه سالار تاق بلنگ ابرو تو نپوشون، به زور روسری یا توسری مو تو نپوشون، نترس از ترس شلاق چی تو چل بار ننداز روشون، برو تف کن تو روی ظالم بی آب روشون، نشک داشتن نجابت نیست به من پرد کن پلوشون، اگر گفتم چون انداز نگفتم اونو دور بنداز، تو از هفت دولت آزادی بهت گفتم به زور ننداز، به زور ننداز، اگر مادر سزاش اینه که بدبختاره میبینه به جرم موی سر با یبر کشش که بیدینه رو پیشونیش که انگ خورده، به موهاش داغ ننگ خورده، تا وقتی جاهلیت هست سرش سنگ ساره سنگ خورده، به اسم این که زن بوده حقش کمتر از من بوده، خداوند زمین عمریز همش زیر سن بوده، اگر گفتم چادر ننداز سرت گفتم بیدارش، اگر گفتم چادر ننداز سرت گفتم بیدارشی از پای جادو جنبل روز و نمت و پاشی، اگر گفتم چادر ننداز سرت گفتم بیدار شی، چادر ننداز سرت جاش برگ یاس نازک پیچ امین و دوه بنداز، چشاتو مس کن و بشکن سر را هرچی دیدی، بی بی خاتون خون را بنداز، چادر ننداز سرت ننداز، چادر ننداز زور نندار، اگر گفتم چادر ننداز سرت گفتم بیدارش، اگر گفتم چادر ننداز نگفتم اون رو دور بنداز، تو از هفت دولت آزادی بهت گفتم به زور ننداز، به زور ننداز. سلام به مادرامون، به همه مادرای شریفمون، به همه خواهرامون، بانگه این شعر آدم شد اون موقع من شعر دادم به مهداد خونده بود چادر ننداز سرت، یکی از روزایی که زنگ زده بودم با مادرم صحبت میکردم که مادر خجالت نمیکشه من اونجا نشستی همه میگی چادر ننداز سرت، من که چادر سرم خواهرت که اینجوریه و همه فامیل ما این گونن، ما خانواده مذهبی هستیم افتخارم میکنیم که این گونه هستیم، من خودم بچه هیئت و روزه و بچه بچه اینجا هستم، باری بر تقدیر این پاسخ رو به مادرم دادم که قدم براتون تعریف میکنم که چیا شد. حالا میخوام با سیاوش اوستا گفتگو بکنیم که این برنامه با حضور سیاوش اوستا، با حضور دکتر خسعلی، با حضور دکتر عباس پالیزدار کار به این اتفاق بزرگ و با شکوه ملی رسید که همه راجع به سرنوشتمون رو حرف بزنیم. درود به اوستای گرانمایه و عزیز. درود به مهربان مسعود امینی عزیزم، خسته نباشید آقای امینی، درود به همکارانتون خانم غزاله عزیز و امیر مهربانم، خسته نباشید. درود سیاوش اوستا، برجت شما خداوند شما رو وسیله کرد، بنده رو وسیله کرد، این برنامه رو وسیله کرد، یک چیزی پیش از اینکه اتفاق بیفته ما راجعش حرف زدیم، آقای دکتر پالیزدار گفتن که چگونه است و آقای احمد نجات مجبور شدن اومدن پاسخ دادن و آقای رفسنجانی هم جالبه باد پاسخ آقای پالیزدار رو دادن. سیاوش اوستا آخرین خبر چی و این ماجرا چی بود؟ آقای مسعود امینی، خوشبختانه با مهر یزدان پاک و به هیبت ملت قهرمان و دلیر ایران و قهرمانان چون دکتر عباس پالیزدار از درون زندان رجایی شهر کرج و این رسانه، ما تونستیم به تحول بزرگی رو در سطح بالای رهبری و سیاسی کشور به وجود بیاریم. این ملت ایران بود، این همونطور که بارها گفتم قدرت ملت ایران بود، قدرت جانبازان شهدا، قدرت بچه‌ای که روز توی خیابون‌ها هستن که نگذارن ستم و استعمار بر اون حاکم بشه بود. آقای رفسنجانی عزیز من، آقای مسعود امینی عزیز هم، چون که من از ابتدا گفتم اینجا تاکید کردی به این قضیه، پشت این قضیه مفاسد اقتصادی بوده و هست که میلیاردها دلار اینها از کشور خارج کردن. آقای رفسنجانی وقتی میگه در داخل کشور بگردید دنبال پولای من، الان دیگه آقای خامنه‌ای فهمید.
آقای خامنه‌ای فهمیده که ایشون پولها رو به خارج از کشور منتقل کرده، میلیاردها دلار رو در سراسر دنیا سرمایه گذاری کرده و تمامی رسانه‌ها و غیره و غیره رو زیر پوشش امنیتی خودش گرفته. اینها با سازمان جاسوسی ابلاغی که من نوشتم اشاره کردم بهش، حتی خانواده رفسنجانی اینها با سازمان‌های جاسوسی جهان نیز همکاری کرده و می‌کنن. نمونه‌اش از مکفارلین هست که با قرآن آمد به ایران، اونجا مهدی هاشمی رو کشتن، منتظری رو کنار گذاشتن. بعد از اون ما داشتیم در تمامی رویدادهای خارج از کشور آقای هاشمی رفسنجانی همکاری اطلاعاتی امنیتی کرده و میلیون‌ها و میلیاردها دلار پول داده و پول گرفته و سرمایه‌گذاری کرده. با اینها در جریان میکنوس آقای مصباح رو و غیره که اونها اومدن اخیرش مهربانی دختر نازنین رکسانه صابری رو تهمه کردن که به خاطر ایشون منتقل می‌کرد اسناد مجمع تشخیص مصلحت نظام رو به امریکا، خودش اعتراف کرد به این قضیه و غیره. امروز ملت ایران فهمیده که هاشمی رفسنجانی 30 سال هست، همچنان که دکتر خزعلی هم تاکید کرد، اینها پشت ترورها بودن، پشت مفاسد اقتصادی بودن و غیره. مثلا عباس پالیزدار که ما میگفتیم ایشون مانع آزادیش هست، که حتی ایشون دستی داده به آقای شاهرودی عراقی و قاضیش آقای سیامک مدیر خراسانی گفته که من به هیچ عنوان تسلیم جو زور و فشار اینها نمیشم که بخوام حکم اونها رو بگم. ما دیدیم که مسعود جان دو روز قبل روزنامه جمهوری اسلامی حکمی رو که ما میگفتیم که اینها حکمیه که رفسنجانی میخواد امضا بکنه قاضی که نکرده، 9 سال و نیم یا 9 سال یا 10 سال زندانی رو، جمهوری اسلامی نوشت. هاشمی رفسنجانی دیروز در نامه سرگشاده که این واقعا نشون داده که خیلی عصبانی شده، در این نامه سرگشاده اشاره میکنه، اینه، میگه که لجن پراکنی های باند عباس پالیزدار که در دادگاه محکوم شده است. این جمله آقای رفسنجانی است که در خط سوم نامش به رهبری اسم پالیزدار رو میاره و بعد میگه محکوم شده است. دروغ میگه، چون محکوم نشده هنوز، قاضی نامک مدیر خراسان این مرد محترم و شریف هنوز حکمی رو صادر نکرده. خب یک چیزی رو روزنامه جمهوری اسلامی که زیر پوشش خودش است، من الان نمیخوام بگم آقای مسیح مهاجری چی گفته و چه نگفته، آقای مسیح هم نباید خودش وارد این معرکه بکنه اگر رهبرش آقای خامنه ای است، اگر رهبر ایشون هم خریده باز هاشمی رفسنجانی شده که اون جای خود داره. بعد ایشون پس از کجا میدونسته که محکوم شده؟ محکومیتی که هنوز اعلام نشده. بعد نکته خیلی جالبی که در این نامه هست به رهبری آقای مسعود امینی، ایشون میگه رئیس قوه قضاییه وقت آقای یزدیانی در پایان کار ریاست جمهوری رسما اعلام پاکی منو کرد، یعنی من و خانواده منو کرد، یعنی رفسنجانی اینو داره میگه تو نامش به رهبر. آقای آیت الله یزدی که خود ایشون جزو لیست مفاسد اقتصادی آقای عباس پالیزدار هست، در یک زمینه صداقت به خودش نشون داد مسعود جان و دیشب گفتگویی کرد، صحبت کرد، صحبتش هم الان منتشر شده روی رسانه هست. گفت من اگه 10 سال پیش رئیس قوه قضاییه بودم عزیزان، آقای هاشمی رفسنجانی مال 10 سال پیش بابا قربونه، 10 سال گذشته، از روز به روز اوضاع فرق پیدا میکنه. و بعد اون موقع ما در رابطه با ایران گفتیم، نه در رابطه با خارج از کشور، که شما در سطح اساسی دنیا میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری کردی. عباس پالیزدار دیروز به من گفت، گفت اینو بگو و تاکید بکن که حتی روزنامه‌های آمریکایی نوشتن که رفسنجانی خاندانشون یه هفتمین میلیاردر دیگه. این که آقای هاشمی عراقی رو، چون اینها آقای رفسنجانی امکانات مالی و دلاری داشتم، چون که در خارج از کشور همه رو خریده، در داخل هم خریده و به هاشمی عراقی وعده داده، قول داده که این رو رهبر جمهوری اسلامی بکنه، این رو امروز آقای خامنه‌ای فهمیده استراق سمعی که تو خونه آقای خامنه‌ای کار گذاشتن و تمام مکالمات تلفنی آقای خامنه‌ای رو، سایت‌های و چیزای اینترنتیش، تلفن‌های دستی فرزندانش رو، مسعود و مشتبه و از کام خدمتون مصطفی رو کنترل می‌کردن، اینا همه الان آقای خامنه‌ای فهمیده. و همین دلیل من مسعود جان می‌بینم که یک بلایی سر رفسنجانی خواهد آمد، همچنان که سر آقای منتظری اومد، البته به گونه دیگه. اون اومد دفاع کرد از مردمی که داشتن زندانیا رو می‌کشتن، ولی ایشون در رابطه با مفاسد اقتصادی، این بار خامنه‌ای دیشب جلسه داشته و صبر کرده که تا بعد از انتخابات نظر خودش رو اعلام بکنه. اما این مانوری که رفسنجانی داد، یعنی یک سیلی بود که به مردم ایران زنگ، چون دو روز مونده به انتخابات، آقای مسعود امین ایشون اومد یک مانور بزرگ انتخاباتی داد علیه یک کاندیدا. ما که خارج نشستیم از هیچ کدوم از اونایی که حمایت نمی‌کنیم، ما برای ایرانی آزاد می‌خوایم، رایی که خردگرا متکی به فرهنگ و تمدن حافظ آثار، من از خودم میگم، به بقیه کاری ندارم، ولی این رو که ایشون بیاد از موضع قدرت رئیس مجلس، مجلس تشخیص مصلحت نظام، رئیس مجلس خبرگان، امکاناتی که رهبری خامنه‌ای به ایشون داده، بیاد
دو روز مونده به انتخابات وارد صحنه بشه و بخواد رقیب خودش رو بزنه اینطور، این به زیان خودش واسه ماست. جورنال الان اخباری که دارم در سر تا سر کشور دارن شعارهایی رو که عباس پالیزدار میداده مردم علی رفسنجانی و کاندیداش، که سه تا کاندیدا آقای رضایی و موسوی و آقای کروبین ها کاندیدایشون هستن، آقای و بعد ایشون تهدید هم کرد جامعه رو به اختشاش و انفجار. آقای عرستان،